کوارت فینال از لیگ زبان انگلیسیه. کلیه آیکون های نوار وضعیت از جمله آیکون داینامیک اینپوت غیر فعاله، مکان نما در حالت خارج از فرمان قرار داره. حروف SPL رو معرف اسپلاین تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. اسپسیفای فرست پوینت، نقطه اول رو 10.40.0 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. اسپسیفای نیکست پوینت، نقطه بعدی رو 12.40.4 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. نیکست پوینت 14.40.0 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. نقطه بعدی رو 16.40.4 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. نقطه بعدی رو 18.40.0 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. نقطه بعدی رو 20.40.4 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. نقطه بعدی رو 22.40.0 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. نقطه بعدی رو 24.40.4 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. نقطه بعدی رو 26.40.0 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. ما فشردن کلید انتر از فرمان خارج میشیم، شکلی که رسم کردیم. حرف L رو معرف لاین تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. specify first point، نقطه اول رو 30.40 معرفی میکنیم و نقطه بعدی رو 30.60 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. در خط فرمان حروف tabulated surface رو تایپ میکنیم، tab surface، کلید انتر رو میفشاریم. اینجا اگر مشاهده کنید surface tab 1 متغیر تعداد اون 6 متغیر برای تنظیم تعداد پولیفیس ها در جهت محور M که معرف محور X استفاده میشه. select object for pass cave، موضوع مورد نظر رو انتخاب میکنیم، برای این موضوع کلیک میکنیم. select object for direction vector، بر روی این پاره خط کلیک میکنیم، مشاهده میکنیم به یه همچین شکلی رسیدیم. حروف SURFTAB1 رو در خط فرمان تایپ میکنیم، کلید انتر میفشاریم. تعداد متغیرها رو new value، متغیر جدید رو عدد 100 تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. حرف E رو معرف array تایپ میکنیم، select object بر روی این موضوع کلیک میکنیم تا انتخاب بشه، کلید انتر رو میفشاریم. مجدداً حروف tab SURF رو در خط فرمان تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. اینجا اگر دقت کنین surface tab 1 عدد 100 ابتدایی موضوع، بعد اینا به عنوان direction یا جهت انتخاب میکنیم. select object for path cave، پس مسیر cave منحنی، و direction vector بردار جهت هم اینو انتخاب میکنیم. اگر اینجا مشاهده کنین به یه همچین شکلی رسیدیم. در حالت مشه میتونید اون رو convert to surface کنین با استفاده از tools پلت ریبون. اینجا سربرگ مش کانورت تو سورفیس تبدیل به سطح کنین و با استفاده از فرمان سیکنس و یا حتی فرمان سورفیس آفست به اون یک ضخامتی بدین و حتی تبدیل به یک موضوع سالید یا جامد اون رو بکنید.